جراحی فلانجا، جراحی فلانجا، ما جراحی انجام دادیم، مغز اسنادش رو پخش کرده براتون. دیگه تو خود ایران جمهوری اسلامی میگه کشف شده، نمیتونن نگن کار پزشکی، باید کار پزشکی، یعنی پزشک کار، در یه کسی در حین کار دستش میشکسته، پاش میشکسته، جا میخواد بندازن، پزشک کار داشتیم، پزشک دارو، داروسازی داشتیم که درمان رو با خود مورد و غیره. ما داره مهد تمدن بشر بودیم، حالا برای ما نشاختن از تمدن ما. الان همین سری که اومد شما دیدین، این سری اومد دیدین، دیدین چجور که همه چیز رو خراب کرد و شیخ و آخوند و مولا و همه آب برد و اینا. آقا الان تخت جمشید که بارها سیل اومده، تخت جمشید اینها سازه های زیرزمینی اینها به جو رو بوده و هست تا الان که سیل که میاد این آبا عزیزی که هدایت میکنی میکنی میبره بیرون میریزه توی رودخونه و دریا. سیل های ما هم برنامه ریزی شده بوده، سال هاست، قرن هاست، هزار هاست، سیل همه جای جهان میاد. بارها در شیراز در تخت جمشید هم بارش شدید و سیل زیاد بوده، اما معماری تخت جمشید، معماری آریایی و کانال هایی که کشیده شده هنگام ساختن تخت جمشید همیشه مانع این شده است که تخت جمشید آسیب ببیند. این یک نمونه معماری آریایی است و در سر تا سر میهن آریایی ما وجود داشته و دارد، از روزگاران کهن دانش شهریگری از توست. حالا یک موارد من در برنامه گذاشته به شما عرض کردم که دو موردش چون دوست تحصیل خود نظام پلید جمهوری اسلامی ثابت شده و آقایتون گوستم میگین که من گفتم اینها با اتحاد دوتا نیروهای اطلاعاتی خودشون، یعنی سپاه و اطلاعات وزارت اطلاعات ریاست جمهوری، چون الان هم متحد شده حکومتشون، قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه ستا یکی شده، دوتا جناح یکی شده. اون وقت دوتا جناح تو رقابت بود، امریکا به یکیشون سهم‌گذاری کرده بود، الان دیگه دوتا یکی شد. بعد بهتون گفتم که اپوزیسیون در خطر، اپوزیسیون میخوان نابود کنن، برنامه‌ریزی کردن، توافق کردن. بعد من بهتون گفتم این حالا ببینید، خود وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی حرف ما رو تایید کرد، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تایید کرد. اپوزیسیون باید مواظب خودش باشه، چه اپوزیسیون که برایشون کار میکرد با یک جنایشو، چون اونایی که کار نمیکردن، چون اکثر نمی... اینا رو که از شما میترسونن تجدید مزید طلبه هستن که این اینا رو من خیلی شناسم، میشناسم، پول یه قهوه نداشت بخوره، یکی از همینا رو من میشناسم. آقا این بنده خدا با برای 50 تا یک کتاب رو میراستاری میکرد، برای 100 تا اون کار میکرد، برای 2000 یک کار میکرد، حتی یه برای حدود 120,000 تا سر بنده رو کلاه گذاشت. اینا که آدم حسابی نیستن که شما میبینید پای یک تلویزیونی بهشون تریبون میده، پخی هستن. این خونه شو خراب شده و زیرزمین شو آب گرفته، پول نداشت میون درست کنه. تجزیه مزیه نترسونن شما که آقا تجزیه میخواد بشه، ایران در تجزیه هست فلان. نه، ایران تجزیه بشه نیست، بخاطر اینکه سلحشوران آریایی در نظام ایران هر چه باطل باشه وجود دارن، در نیروهای مسلح. ما هنوز که هنوز رستم داریم. از این نترسونتون. دو، از این نترسونتون که خون و خون ریزی میشه، جنگ داخلی میشه، آقا میخوان ایران لبنان کنه، ایران نه، ایران اونم نمیشه. برای همین 1,000,000 چه 10,000,000 اون کشته بده ملت ایران، این سادات تازی و روحانیت رو دفن تاریخی بکنه، برای همیشه به قادر جمعه. خیلی از این بزرسیم بلده که شما میترسونن تجزیه کردن، تجزیه شدن، از اینکه آقا کشته ندیم، آقا کشته ندیم. آره من خودم شعر فردوسی باید نواز بکنم که کشته ندیم، ما برای کشتن نمیم تو میدون، برای کشتن دشمن میریم تو میدون. اما در نهایت اگه 10% ملت اینا کشته میشه که ایران آزاد بمونه، خیلی بهتره که توی قادسیه ها اومده با یک رده پابرانی بودن ما رو ترسوندن، بر ما سوار شدن.
پس اینا نترسید، این گروهک های فردی تک نفری که یک رادیو داره، یک تلویزیون داره، یک بلندگو داره، یک سیبیل داره که میخواد تجدید طلب باشه، اینا هم هیچ پخی نیستند، شما را نترسانم. نکته دیگه که من گفتم و جنجال جهانی را انداخت از توی یکی دو ماه اخیر، که شما هر روز بایستی بگید که جمهوری اسلامی اتم داره، بمب اتم هم داره، که اگه قرار ازش بترسن ترتیب شو بدن بترسن، بمب اتم داره، طوری نباشه که با جیب ملت ایران خالی کنن، پول ما رو بدزدن، این رژیم رو نگه بدارن که آقا نداره، میخواد داشته باشه دیگه. این دفعه خود این هاست، یعنی خود سپاه. قبلا که بهتون گفتم بعد از اینکه من اعلام کردم، مقامات بلندپایه بیت علی خامنه‌ای اومدن گفتن، بعد مقامات بلندپایه سپاه اومدن گفتن، بعد مقامات بلندپایه حکومتی اومدن گفتن. الان دیگه اینجا شما ببینید این خود سپاه مشخصا فرماندهش می‌بینید هم حرف میزنه که اینا بمب اتمو دارن. سازی اورانیوم در تأسیساتی سری در اعماق بیابان‌های فوردو، غربی‌ها و رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخته است. تأسیساتی که ایران را به یک قدمی گریز هسته‌ای و ورود به دارندگان تسلیحات اتمی قرار داده است. طبق اطلاعاتی که دستگاه‌های اطلاعاتی غربی و موساد به سران رژیم صهیونیستی منتقل کرده‌اند، جمهوری اسلامی ایران در تأسیسات زیرزمینی فوق سری خود واقع در فوردو، زنجیری از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 را راه اندازی کرده است که می تواند به یک چشم به هم زدن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را به یک برنامه تسلیحاتی اتمی تبدیل کند و کابوس غرب و اسرائیل را به واقعیت بدل کند. بر اساس اطلاعاتی که سازمان جاسوسی انگلستان به اسرائیل داده است، ایران به مواد کافی برای ساخت بمب اتم دست پیدا کرده و تأسیسات سری فوردو مأموریت دارد در صورت حمله غرب، پروژه گریز هسته‌ای موسوم به پروژه اماد را به اجرا بگذارد. تأسیسات اتمی فوردو در اعماق کوههایی در مرکز ایران قرار داده شده و در برابر انواع تسلیحات سنگرشکن و حتی بمباران هسته‌ای مقاومت می‌کند. این مرکز تضمین کننده قوای اتمی ایران است و تمامی زیرساخت‌های لازم برای گریز هسته‌ای در آن تدارک دیده شده است. بر اساس دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده توسط ستاد فرماندهی جنگ جمهوری اسلامی ایران، تأسیسات اتمی نطنز در حمله احتمالی غرب و اسرائیل به شدت آسیب‌پذیر است. اما در صورت اصابت حتی یک تیر موشک به این تأسیسات، فوردو به حالت آمادگی جنگی قرار خواهد گرفت و پروژه گریز هسته‌ای را به تنهایی در مدت کوتاهی اجرا می کند. موضوع دیگر که موجب شده آمریکا در مواضع خود در برابر ایران به شدت محتاط باشد، موشک‌های قاره پیمای ایران است که با کمک از برنامه فضایی این تکنولوژی به دست آمده و این قابلیت را به ایران می‌دهد که در صورت اقدام خصمانه آمریکا، نیویورک را به ویرانی جهنمی تبدیل کند. کاری از رسانه بیسیمچی مدیا. مردم هم امروز به ذکاوت بزرگی رسیدن، و ذکاوتشون اینه که نه تنها دیگه کتک میزنن این کسانی که میان گشت ارشاد هستن یا امر بیمارات نیاز میکنن که اینا رو کتک میزنن، مردم هم به کمک اینها میرن. نه تنها اومدن مراسم عاشورا تا سو محرم سفر پلان اینا تا سو عاشورا و محرم سفر شده به مسخره کشیدن، به مسخره کشیدن و از این سلاح ساختن برای اینها هم یکی از شگفت‌های بزرگ و تاریخی مردم سرزمین آریست. آقا تو مسجد، مسجد رو از الان کردن دیسکوتک، مسجد رو کردن دیسکوتک. شبیه سازی رو که سابق شبیه خونی میکردن، من یادم بچه بودم رو حوزه میبستن، وقتی رو حوزه رو تقدیم میذاشتن روش بازی میگردن رو حوزی، ولی بیشتر شم رو یزید و معاویه و شبیه وزی کارو میکردن، ولی کشتن امام حسین علیه. الان دیگه شما این چه مسخره بازی هایی که حتی سرگردار سپاهش دارم توش مسخره میکنن، خر هم مسخره میکنن، یه رو خر سواره و میرقصه دیگه. تو به کجا رسوندن تمسخر این داده های سادات تازه.
با دیدن اینها شما ملت سلحشور و سربلند ایران قدرت و روحیه و انرژی میگیرید که بدونید نظام سادات تازی نظام پلید رو به پایان است. حالا رغم همه اونایی که شما میگن که اینا نرقاین هم رفتنی هستن، به همت شما مردم دلیر و سلحشور ایران اینها رفتنی هستن. شهریاری باید چون مملکت مستقل بشه تا موزاییک رنگارنگ ایران، این موزاییک رنگارنگ